سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با ویژه برنامه نوروزی اپارات او گیم شو در خدمتتون هستیم سال رو بهتون تبریک میگم امیدوارم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی و اتفاقات خوب براتون باشه جیبتونم پر از پول باشه و کلی اتفاقات خفن رو تجربه بکنید Uh, ویژه برنامه روزی آپارات گیم شو یه تفاوتایی با قسمت قبلی داره این در واقع میشه 11 همین قسمتی که شما از آپارات گیم شو و فصل اولش دارید تماشا میکنید خیلی خوشحالیم که با ما همراه بودید تو فصل اول بعد از این قسمت ما یه استراحت کوتاهی میکنیم و با فصل دوم بعد از مدت کارمون رو ادامه خواهیم داد حالا اگر پیشنهادی نظری انتقادی چیزی داشتید از فصل اول و اگر پیشنهادی برای فصل دوم بدید حتما حتما به ما بگید خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم و سعی میکنیم که اونا رو تا حد امکان تو برنامه اعمال بکنیم و نظرات شما هم دخیل باشه تو تصمیم ما برای برنامه تو این قسمت ما یه مقدار روندی که پیش گرفتیم متفاوته با روند حالا قسمت‌های قبلی که از برنامه دیدید و اصلا اتفاقاتی که میفته و چیزایی که می‌بینید یه مقدار کال هوای جدیدی دارن تو بخش اول برنامه ما میریم سراغ اتفاقات مهمی که تو دنیای گیم در سال 99 افتاد یه نگاهی به روند کلی دنیای گیم تو سال 99 می‌اندازیم ببینیم چه خبر بود چه اتفاقاتی افتاد و بخش بعدی راجع به یه بازی خیلی جذاب اسم 2 ما با تیم و آپارت گیمین بازی رو تجربه میکنیم تو بخش آخر برنامه هم میرسیم به راهنمای خرید پی سی برای نسل جدید یا انتخاب از بین ایکس باکس سریز اکس و پی اس برای شروع نسل جدید ببینیم که هر کدوم چی تو چنته دارن و اینکه تقریبا با چه قیمت هایی میتونید تهیه بکنید این سخت افزار یا حالا این کنسول ها رو فقط این نکته رو مد نظر داشته باشید که ما این برنامه رو تو ماه اسفند براتون ضبط کردیم و شما تو روزهای ابتدای فروردین 1400 این برنامه رو تماشا برنامه این قیمت هایی هم که حالا ما تو بخش آخر ازشون صحبت میکنیم ممکنه این مقدار بالا پایین شده باشه و اینکه حالا اتفاقاتی که تو این ده 15 روز آخر سال 99 هم میفته طبیعتا برای بخش اخبار لحاظ نشدن بریم خیلی زود برمیگردیم در کنار دو دوست خیلی خفنمون یه نگاهی به اتفاقات مهم به سال 99 تو دنیا گیم داریم با اولین بخش از ویژن برنامه نوروزی آپار گیم شد در خدمتتون هستیم قرار توی این بخش نگاهی بندازیم به اتفاقات مهمی که تو سال 99 در دنیای گیم رخ داد یه تحلیل کوتاهی داشته باشیم روشون ببینیم که چه خبر بود چه اتفاقاتی افتاد و کلا چه جوری بود اوضاع دیگه اینجا در خدمت تو این بخش در خدمت دوتا از دوستای رسانه ای خیلی خوبمون هستیم سید مصطفی محمودی و مسعود تیموری شما صحبت بکنید دیگه ای معرفی بکنید یه سلام علیکو یه تبریک سال نو اول سلام و. به تو دانیال و نبونم. سلام به بیننده های عزیزی که دارن برنامه تماشا میکنن و سال نو رو بهتون تبریک میگم امیدوارم که از همین حال سال خوبی رو پیش روتون رو داشته باشید سلام دانیال سلام به مخاطبای خوب برنامه آپارات گیم شو مرسی که من امروز دعوت کردین و عیدتون مبارک خیلی خوش خوش که, که گفتم امسال چه خبری بود در کنار بریم, بریم چه خبر بیاد به نظرم از مهمترین اتفاق امسال شروع بکنیم در واقع آغاز نسل نهم در واقع بازی ویدیویی و حالا کنسول ها در واقع سه تا کنسول مختلف رو داشتیم امسال آره. و ایکس باکس دو تا کنسول داشت سری اس و سری ایکس سری آره. اس که اون ضعیف‌تره بود سری اس هم که اون تر است و سونی هم که با 5 که اونم از دو مدل داره دیجیتال ادیشن و استاندارد ادیشن ولی خب اساسا یک کنسولن دیگه صرفا تفاوتشون توی اون دیسک درایوشونه دیگه حالا دو تا حسابشو نکنی با اینا شروع شدن مسعود نظرت چی بوده تا الان راجع به این نسل راجع به لانچ ها و اینکه کلا چه جوری بوده اوضاع به نظرت دقیقا همونجوری که شروع کردی گفتی همین داستان دیجیتالی شدن کنسولا این خبر از این میده که بالاخره درایو دیسک داره حذف میشه از کنسولا و خیلی هم میگفتن که مثلا نسل بعدی دیگه اصلا ممکنه که ما دیسک نداشته باشیم و همین نصب می‌بینیم که ما دو تا کنسول داریم که نسخه دیجیتال پلی سیشن و از اون ور ایکس باکس سری اس که کلا اصلا درایو دیسک ندارن و کاملا دیجیتالی شدن و خب تقاضایی هم که برای این کنسول‌ها هست زیاده و نشون میده که مردم راغب هستن که برن به, این برن سمت, سمت اینکه حالا بازی دیجیتالی بخرن و اینا حالا یه سری سرویس مثل گیم پاس هم که خب کمک کرده به این روند طبیعتاً دقیقا همینطوریه سید نظر تو چی بود یه دلاشت موردی هست فقط من بگم درباره این کنسول ها با شروع نسل ها یه جهش قابل توجهی تو حجم بازی ها داریم میبینیم و اینجا لازمه که به نظر بازی سازا حواسشون باشه که این حجم رو جوری کنترل کنن دقیقا میبینیم یه سری اقدام از سمت مثلا آیا اینتراکتیو سر هیتمن دیدیم که سگانه رو کلا جوری بهینه کرد که الان حجم سه تا با هم از حجم هیتمن دو به تنهایی کمتر شده این خیلی حرکت خوبیه برای اینکه توجه میکنم به اینکه آره حجم داره بیشتر میشه اما ظرفیت ها مثلا هارتا ها اونقدر هنوز بیشتر نشده قبل از اینم هنوز... که اگه یاد بشه کنسول اومده گفتم به لطف اس اس ما میتونیم یه خورده کمپرسر آره آره سرعتش بالاتر در چه اینا قابل قابلیت رو دارن که از تکنیک های جدیدتری برای فشار کردن فایل استفاده کنن ولی خیلی نمیبینیم الان الان آره کمتر میبینی و حالا یه نمونه های افتضایی مثل کال اف دیوتی هم داریم میبینیم آره، که دیگه واقعا چیز یه چیز هر کدوم به تنهایی 150 گیگ فشور اون تکنیک خوبی توی فشور کردن استفاده نمیکنن و این توی تونای مدل قطعا ضرر به نظر م... کدوم لانچ موفق تری داشته حالا تا الان ایکس باکس اه. و پلی استیشن ببین پلی استیشن خب بازی انحصاری بهتری داشت تا الان برای لانچ آره ریمیک دیمنسورز رو داشت اسپیدان مارز مورالس رو داشت اگر چه مثلا مایلز مورالس برای نسل هشتم در دسترس بود سکپوی هم بود آره سکپوی هم بود ولی خب الازه کیفی خب بازی درخوری هم, تاپی هم و آره. طبیعتا هم خیلی ترجیدن رو همون نسل نه بازی بود آره ولی دلوقتي. خب از اون ور ایکس باکس خب مثلا به بدشانسی هم خورد چون هیلو اینفینیت رو دست داد همه برنامه هم همون هیلو اینفینیت بود که آره. اونم سر اتفاقاتی برش پیش شما اون رو از دست داد محسوس به نظر تو کدوم لانچه بهتری داشته تا الان؟ تا الان که این لانچ رو بهتری داشتید چون دیگه از اون بازی اصلی لانچ در اومدیم دیگه تقریبا ببین آخه خب ایکس باکس اصلا بازی لانچی نداشت عملا و خب یه سری بازی قدیمی شو فقط اومده بود اپتیمایز کرده بود خودش خب به نظرم حرکتی بود که نشون داد که مثلا همین داستان مثلا اس اس و اینا میتونه چقدر کمک کنه به اینکه مثلا اصلا بازی سازی و راحت تر بشه ببیش. چقدر سخت افزار جدید کمک میکنه که بازی قدیمی بهتر اجرا بشن پشتیبانی مایکروسافت بهتر بود ایم. از اون طرف خب بازی های جدیدی که پلیستیشن مثل دیمنسوز خب نشون دادن که چه فرقی میکنه نسل جدید ولی خب تا یه سری مثلا بازی ها مثل رچه که جدید ریفت پارت اگر نیاد خب نمیبینیم تاثیرش رو توی بازی سازی به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تا الان دیدیم دیگه بل... ولی در کل خیلی هم لانچ حالا اون چنان قدرتمندی هم ندیدیم از تا هر دو کنسول به نظرم به خاطر کرونا شخصا میخوام یه پلی استیشن لانچش بهتر از پلی چهار 4 بود و از آزه بازی انصاری به نظرم بهتر کار کردن چا... چون لانچ پی اس 4 یاد بشه کلا رو کیل زوم بسته بودن دقیقاً بعد بل... ولی الان با صدقال حق انتخاب دارید تو هر سبکی بازی است اسپایدرمنو داره سگ هست برای اون که علاقه من به خونه دیمن سولز بود اسرو هم خیلی بازی خفنی که لازم ببین کلی بخوایم بگیم کمیتی حالا کیفیتی واسه کمیتی یه مقدار اون کمجون کم جون بودین نسل هم لانچش دقیقا شاید ت... اگه کرونا نبود مثلا هلو اینفینیت احتمالا میرسید اگه کرونا نبود و شاید اون تو جپ پی هم، یه سری وزی شاید مثل ریترنال مثلا تو اون بازی که اون اول مثلا قرار عرضه بشه یعنی چند ماه آینده ممکن بود به لانچ برسن اگه بحث سال کرونا مطرح نبود ها. بعد کرونا روی فروش کنسول هم که تاثیر خودش رو پیدا نمی‌کنی رسما آره حالا... تو ایران هست دا برید بگیرید احتکارم کردن و هست حسابی هم هست ولی در سطح بین‌المللی نیست واقعا و سخت میتونن پیدا بکنن اینو حالا باید ببینیم در ادامه چجوری اوضا پیش میره بریم سراغ یه اتفاق مهم دیگه و اونم لیک شدن ماجراهای داستانی دل پارتو کلا که بازی حاشیه سازی بود خیلی بدا. و خیلی هم بازی مهم می بود و خیلی هم بازی خوبی عذاب در اومد در نهایت ولی ماجرای مختلفش شاید بشه مهمترین اتفاقی که واسه این بازی افتاد و به همون لیک شدن در واقع اطلاعاتش نسبت داد سید چه بود اوزا کلا ببین سمت بهار بود دیگه اتفاق افتاد و قبل از اینکه اتفاق بیفته ما شاهده این بودیم که کرونا اومد و خیلی تیم‌های خوب بازیسازی با مشکل توسعه مواجه شدن. ناتی داگ هم شاملشون بود. و به همین خاطر مجبور شدن که تاریخ انتشار رو به تعویق بندازن. بسته. اول کاری که کردن این بود که تاریخ انتشار ندادن. بعد کم کم این حواشی پیش اومد فشار زیاد شد تا اینکه یه جا شاهد بودیم که کاتسینای بازی خیلی از محتوای داستانی مهمش توی اینترنت پخش شد. و خیلی هم صدمه دیدن از این موضوع من خودم یکی از اون افرادی بودم که صدمه دیدن فصلا. از این موضوع و بازی برام یه بخش خیلی مهمیش لو رفته بود متاسفانه اصفانه. فصلا. ولی چیز اساسی گزارش که هم نکرد ولی حالا برحال و انقدر دیگه گسترش پیدا کرد که خود سازندم حتی واکنش نشون داد سونی واکنش نشون داد و بعدش هم چیزی که بود باعث شد که این اتفاق یه جورایی باعث شد که یه تاریخ انتشار مشخصی رو بگن بعدش دیگه گفتن که ما چه بازی که ارزه میکنیم آره همین نمیدونم به نظرت تأثیری گذاشت روی لانچ بازی یا نه ببین شاید ناتیداگ می‌خواست میخواست که توی فضای ساکتتری روند تو سر رو ببره جلو ولی خب نتونست بازیش اونقدر بزرگ بود که واقعا خیلی سخت بود انجام آره. این کار به نظرم ببین چون هی مخاطب منتظر بود که چه این تاریخ انتشار میدن کی تاریخ انتشار میدن و این اتفاق افتاد این تبریک که انداختن و مشخص نکردن باعث شد که اعتراض کنه مخاطبا و این لیک شدن هم خب صدامش رو زد دیگه به هر حال سازنده دوست داره که خیلی توی محصول... اجتماعی آره. کرد. دوست داره, دوست داره محصولی که میسازه همون موقعی که میخواد به دست مخاطبش برسه بدون اینکه صدمه بخوره بدون اینکه داستانش قبل براش اسپویل بشه لو بره و از اون طرف هم خیلی مخاطبا دقیقا دقیقاً قربانی شدن تو هم میدونم بازی رو بازی کردی دوستش هم داشتی ولی بازی برای لو نرفته بود درسته؟ نه بازی من لو نرفته بود و دقیقا هم چیزی که حالا سید گفت به جز اینکه حالا مشکلاتی که درست کرد به نظرم دو تا بحث به وجود میاد سر لاستوفاس اون در واقع اتفاق اولین بودش که خیلی شروع کردن راجع به صحبت کردن تو اون یک ماهی که حالا بازی لو رفته بود و تاریخ انتشار دقیقش رو اعلام کرده بود و از همونجا هیت کردن بازی شروع شد یه سری ها این جپه بودن عبید. که میگفتن نباید بازی رو قضاوت کنیم از اون سن یه سری بودن که اصلا چون میدونستن داستان چیه اصلا راضی نبودن بعد بازی اومد باز دوره حاشیه درست که چون همه داشتن بازیش میکردن اونایی که بازیش کرده بودن حالا یه سری خوششون اومد و یه سری اصلا خوششون نیومد به خاطر اینکه میگفتن که اینا فالس مارکتینگ کردن در واقع مخاطب و گول زدن چون چیزی که تو تریلر نشون دادی با چیزی که تو بازی فرق میکنه این اتفاق آخرین بار نمیدونم مثلا به این شکل سر متال گیر دو افتاده بود که مثلا کوجیما یه همچین کاری کرده بود. حرکت کوجیما کرده بودن و اتفاقی که افتاد این بود که توی گذر زمان نشون داد که اونقدر به ضرر بازی نبود اول از, اول از همه که به فروش بازی لطمه نزد به عنوان یه بازی سینگل پلیر که قرار بخش مولتی پلیر داشته باشه تا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هیچ خبری, خبری ازش, نیست پس داشت. یه بازی 60 دلاری سینگل پلیر تو سال 2020 که بهترین لانچ بازی پلی رو داشت رسما و خیلی خوب بعد تازه تو کرونا هم اینجوری که زن. خیلی حالا شغلشون از دست داده بودن یه مقدار وضعیت اقتصادی همه دیگه یه جورایی نگران کننده شده بود و خیلی نام. اصلا نمیرفتن سمت خرید ب... بازی آره من میخوام بگم تاثیرش روی کلا بازی شرایطش جوری بود که توی اون بازه کوتاه مدت خیلی لطمه زد به برندینگ پلی سیشن و ناتی داگ ولی تو طولانی مدت و تا گیم اوورز میتونید ببینیم که قشنگ برق برگشت. و به نفعشون تمام شد کلی هم جایزه جایزه بهترین بازی سال بازی سال شد و خیلی بازی موفقیت آمیزی شد بریم سراغ یه اتفاق دیگه که خیلی مهمه میدونم حرف راجبش زیاد میشه زد اونم هواشی سی دی رد و سایبر پانک میخوای این دفعه با مسعود شروع بکنیم ببینیم چون میدونم سایبر پانک هم بازی کردی و راجبش بهش صحبت بکنیم ببین اوکی به سایبرپانک هم اول که اومده بود او که بازی کردم اول اصلا رسما قابل بازی نبود بعد پچ کردن یه پچ رو فکر کنم یک ماه چهار بود اون اومد یه خور قابل بازی شد خود بازی که اونقدر دوست نداشتم این اون چیزی که فکر میکردم نبود ولی به جز اون،, اون چیزی که باش درگیر بود بازی مشکلات فنی بود که از اون اول همه میگفتن میگفتن بازی مشکلات فنی داره بعد که بازی اومد بیرون او یه سری باگ داشت که اینا باگا شروع شد توی سطح اینترنت پخش شدن و یه سری باگای عجیب غریب گیم بریکینگ بهش میگن به اصطلاح این بازی تو خراب میکنه نمیتونی اصلا جلو بری تو روند بازی باید دقیقا هوش مصنوعی مثلا تو دیوار نمیدونم ما هم تو ام کرده؟ دقیقا داشتیم از اینجور اتفاقات مختلفی که برایش افتاده بود ولی ما رو کنسول هم بازی کردیم رو کنسول نسل مسئول روی پی سی بازی کرده. که تازه میگن بهترین نسخش هم بود اون باگو که واسه همه داشت کنه باگو مسخره که داشت ولی اصلا از نظر فنی رو کنسول های نسل قبل خیلی بد بود یعنی کسی که بازی کرده بود من خودم بازی نکردم ولی کسی که بازی کرده بودن رو PS4 عادی فکر کنم 15 فریم اجوم شده تازه با پچ و و اصلا حالا بازی کرش می‌کرده داستان داشته همه اینا به کنار هنوز که هنوز نسخه, نسخه نسل نهمیش نیومده بیرون یعنی پچ نگرفته برخلاف خیلی از ها و خب دلیل این اتفاق به نظرم اینه که خب طبیعی یه سری چیزا مشخص شد که سی دی پراجکت خب شرکتیه که سهامی خاص نیست صرفا خودش نیست و یه سری از اون سمت بهش فشار آوردن که بازی باید اون تایمی که گفتین بالاخره برسه چون تأخیری که خورد باعث شد که بازی تقریبا نه ماه عقب بیفته خیلی درست مان... توسعه بود دیگه به هر حال یه روند طولانی هم تهیه کرده بود روندش خب مثلا چهار سال بود مثلا لست فوس پارتون در واقع هشت سال پیش معرفی شده بود ولی چهار سال شده شم میساختن لست و فوس پارتون چهار سال شم میساختن این هم داشتن چهار سال میساختن تو بهترین حالت فکر کنم سه سال تازه چون بعد از آخرین دیل ویچر سه حساب کنیم چهار سال بود ولی در نهایت خب به نظرم قربانی این شد که بازی خیلی بد موقع اومد و یعنی موقعی اومد که همه ازش انتظار شد یه بازی بی نقص مثلا خیلی روون باشه ولی اصلا همچین چیزی نبود و اصلا قابل بازی نبود و خب به اعتبار سی دی پروژیکت ضربه زد در نهایت اینجا ضربه اول خور ضربه دوم که چند وقت پیش خور اول ما یکم صحبت کنم در برای اشتباه مدیریتی و است... استراتژی بود از سمت سی که بازی هم از سال 2013 رو نمایی کردن و این همه سال به هر حال مخاطب هایپ میشن اشتیاقشون میره بالا و وقتی بازی اومد تقریبا همه نامید شدن اول از همه دقیقا به خاطر این مشکلات فنی و از اون طرف خیلی از دوستای من که تجربه کردم من خواهم نرفتم سراغش ترسیدم اصلا گفتم که خب الان این بازی با این وضعیت خب چرا دوست دارم تجربه داشته باشم که حداقل خوب باشه یه حد معقولی از راحت شده بازی ولی خیلی از کسایی که بازی کرده بودن میگفتن که این بازی رسما الان ناقصه اصلا تمام نشده خیلی از مکانیک ها انگار پیاده نشده یعنی فارغ از یعنی م... فرای مشکلات فنی حتی که یه هم مکانیک ها هنوز پیاده نشده توی بازی یه سری چیزایی که گفته بودن هست ولی تو بازی آره، آره. نبوده در نهایت ببین انگار که حتی شاید چهار سال هم براش وقت نذاشتن که وارد مرحله تولید بشه و این خب سوال پیش میاد که دقیقا سدی پرژک این همه مدت چیکار میکرده این سوال هست که آره شما بعد آره این در کنار این آره ویچر داشتید یه سری بازی دیگه هم داشتید اما تو این چهار سال که اولویت اصلیتون سایبرپانک بوده بوده طبیعتا چرا روست. نتونستید به اون حد مناسب برسید به اون حد انتظار برسونید بعد اینا بازی رو زمانی معرفی کردن که کنسول نسل هشتم اصلا نیومده بود دقیقاً بعد از اون طرف اینا تحت کرانچ هم بودن یعنی این یه وجه منفی سمت کارمندها هم میره که اینا این همه سال تحت فشار بودن چه علاوه جسمی چه علاوه روانی و آخر محصول این شده و این خودش دوباره عواقب روانی داره برای کارمند سری پروجکت در چون دقیقاً انگشتام سمت اونا هم گرفته میشه دیگه دقیقاً که آره اینا کارشون رو درست انجام ندادن و... در حالی که بیشتر تقصیرش از سمت مدیریت این هست حالا بعد این بخش لانچ قضیه بود و گذشت حالا سعی کرد با بازیو بهتر کنه اما اون مشت دوم جایی خورد که خود سیدی اعلام کرد که یه سری هکر به سرورهای سیدی نفوذ کردن و اطلاعات مهمی رو سرقت کردن که مهمترین چیزی که سرقت کردن شاید میشه گفت آره دیگه مهمترین همونه سورس کد بازیاشه سورس خود اون هکر ادعا کردن که سورس کد گوئنت ویچر و و سایبرپانک تا بخشش رو در اختیار دارن و حتی توی یه نامه ای که داده بودم به سیدی پرژیک تهدید کرده بودن که ما اطلاعاتی از شما داریم که حتی رو از اینی که هست هم خرابتر میکنه دقیقاً یه سری هست که از داخل شرکت به دست آره. بودن حالا فعلا که سیدی اقدامات قانونی انجام داده که تا جایی ممکن چون سورس توی بازار سیاه فروخته شده سریش و سعی سر کرده که با اقدامات قانونی جلوی گسترش بیشتر اون رو بگیره برست. و حالا از اون طرف باید دید که آیا جلوتر بازم چیزی لو خواهد رفت آیا این هکرها باز هم چیزی اشتراک خواهند گذاشت آیا واقعا چیزی هست که ما ندونیم ولی اونا میدونن و در آینده قرار بدونیم و یقه جی... سی دی رو یه آره، جورایی بگیره آره، آره، آره. و به نظرم یه سوال از این مهمترم برای اونایی که سایه پانکو خریدن پیش میاد و اونم که بالاخره بازی درست میشه یا نه چون اونایی که من خودم شخصا میخواستم بخرم بازی رو خیلی ترسیدم که بخرم و چه کار خوبی کردم که نخریدم چون اون زمانی که میخواستم بخرم باید با پی 4 معمولی بازی آیا آیا قرار روی نسل هشتم روی کنسول PS4 و ایکس باکس وان یه تجربه معقول از سایبرپانک ببینیم دقیقا یه سی فریم آره، بدون باگ هایی مثلا به قول مصنوع که گفت گیم بریکینگ بدون این مشکلات و از اون باید ببینیم که کی قرار روی PC و کنسول های نسل نهم تجربه معقول ارائه بده میدونیم که میتونه ارائه بده اما کی دقیقا بحث زمانش مطرحه و اینکه یه پروژه دیگه هم معرفی کرده بودن ویچر نسل بعدی اونم فکر میکنم سر داستان سایبرپانک تحت شها قطعا قرار میگیره اون آپدیتی که میخواستم برای ویچر بدن اوضاشون خیلی نگران کننده شد فکر میکنم نتیجه اخلاقش این بود که تصمیم بیری اشتباه میتونه زحمات چند صد نفر رو طی چندین سال اینجوری یه شبه حالا نمیتونیم میگی ولی یک ماهه به نظرم میتونیم بگیم تحت شها قرار بده و به حاشیه ببره یه اتفاق مهم دیگه ای که امسال داشتیم گیم آوارز بود این هر سال اتفاق مهمیه امسال هم از برخی جهات مهم بود تماشاگر حضوری نداشت <applause> و تماما آنلاین برگزار شد و مسعود به نظر چه بود هم روند حالا جوایز و همین که اصلا آنلاین برگزار شدن چه بود اگه یادتون باشه ما یه ویژه برنامه برای گیم اورز داشتیم مسعود اون شب مهمون ما بود و کامل پوشش دادیم براتون که چه اتفاقاتی افتاد ولی خب الان که چند وقت گذشته شاید راحت‌تر بتونیم بهش نظر بدیم اون شبی که دقیقا گیم اوورز برگزار شد حالا از قبلش هم مردم میگفتن می میگفتن که پراجکت پروجکت سایبرپانک رو تاخیر زده که نرسه به گیم ورز ولی اینطوری نبود و همون شب دقیقا سایبرپانک لانچ شد پیرو همین صحبت ولی <laughs> <laughs> سایبرپانک که نبود توی این نمایش و خب بازیایی که بودن رقابت اصلی بین دوتا بازی بود که یکیشون هیدیز بود بازی مستقل استودیو سوپر جاینت که روگی بود و توی مثلا دو سال این بازی تکامل پیدا کرده و فلان از اون سمت لست پارتو پارت 2 بود که با وجود تمام اون صحبتهایی که راجعش میشد و حاشیه هایی که داشت و اینا خب مردم براشون سوال بود که آقا این بازی بهترین بازی سال میشه یا نمیشه چون معمولا همه به اون نگاه میکنن که بهترین بازی سال چه بازی و بهترین بازی سال آخر رسید به لس اف اس پارت 2 بیشترین جایزه ها رو هم همین بازی گرفت فکر میکنم کنم 8 جایزه گرفت زد آره. یه بازی بیشترین جاید. و دقیقا خب این نشون داد که بازی رو حداقل توی گیم اورز خب تونست اون وچه که میخواست رو بگیره در نهایت و خب امسال سال مهمی بود کلا از خیلی جهات ولی خب مثلا خود گیم اورز هم نشون دادش که با اه, یه سری بازی ها مثل مثلا امانگاس یه سری بازی ها مثل ولورانت یه سری بازی ها مثل اه, مثلا فالگایز اینا نامزد شدنشون هم حتی توی یه سری از بخش نشون داد که اه, چقدر امسال سال متفاوتی بوده نسبت دایدان. به سالهای پیش و سنت بازی داره به کدوم سمت میره و امسال کلا شرایط بسه همه متفاوت بوده شاید همه رو شاید یه ذره کرد نه نهایت هایت راجعه نمایشه چطور؟ نمایش فکر می کنم مهمترین نمایش نمایش بازی جدید چیز بود ریبوت چی بود پرفکت دارک بود آره که استودیو اینیشیتیو داره می سازدش و باید فور بلاد بازی مهم دیگه ای بودش که امسال هم قرار بیاد لفرده دسته معنویه <laughs> آره دقیقا سیده تو چطور من یه چیز دقیقا همین روی کرده متفاوتی که داشت گیم اورز درباره بازی مولتی که امانگاس نامزد شده بود امانگاس سال 2018 اومده این سوال پیش میاد که چرا یه بازی از سال 2018 بعد توی گیم ورز سال 2020 باشه این روی کردیه که به واسطه بازی گیم از سرویس شاید اومده بازیه که منتشر میشن چند سال پشتیبانی میشن و طول زمان تغییر میکنن کسی که سال اول بازی میکنه تجربهش به کسی که سال سوم داره متفاوت خیلی دقیقا. متفاوته و این باعث میشه که دیگه نشه به یه بازی آنلاین که گیم از سرویس به چشم یه بازی ثابت نهای کرد که فقط تو همون سال لیده بشه دقیقاً 6 سی جی که مثلا لوزا 15 بازی میکنه با سیکس 6 الان متفاوته زمین فرق داره و همین باعث میشه که هر سال این جور بازی ها بتونن مدعی باشن مثلا الان دیدیم که مانگاس بود جدا از اینو یه جایزه هست برای بازی‌ای که خب پشتیبانی میشن آنگوینگ آره آنگوینگ دا دا این. اما اینکه حالا داریم یه کاتگوری میبینیم تو یه کاتگوری بازی ملتی پلیر میبینیم که یه بازی که مثلا دو سال قبل منتشر شده بود هست این نشون میده که آره روی کرده عوض شده جدا از اونم توی نمایش من بگم من رو خودم پرفکت دارک خیلی دوست داشتم حد دقیق خیالم راحت شد که این اینیشیتیو داره چه سازه آره خیلی سال بود که ساخته بود همین میگفتن فلانی اومد نمیدونم فلانی رو از فلان استودیو گرفتیم بعدش خبری ازشون حتی همه هم, هم که دارن رو ریود پرفکت کار میکنن ولی آره خبرش اومده ولی خیال راحت شد نشونش بدن آره. من خودم خیلی خوشحال شدم که نشونش دادن انتظار یه نمایش حداقل شاید نمیام گیم پلی حداقل یه چیز واضحتری رو داشتهم. من... ولی همین که نشوش دادم به نظرم قدم مثبتی بود در جهت اینکه آقا استودیو ما دارن کار میکنن روی بازی مختلف آه. و اینا راجعه به مانگاس هم به نظرم تاش به این نکته میرسیم که کرونا هر چقدر یه سری استودیو رو بیچاره کرد از جمله همین سیزی پراجکت که تو دوران کرونا کرانچ داشتن و فلان واسه یه سری استودیو مثل سازنده ای امانگاس که الان اسمش هم یادم نمیاد خوشیوم آه. دقیقاً خوشیوم بود به واسطه کرونا و محبوبیت بیشتر های مربوط به بازی بازی قشن ترپول آره آره. این بازی فال بود و اینا تونستن آره. که فازموفوبیا هم بود تو جوایز دقیقا فازموفوبیا تونستن که توی جوایز خیلی موفقیت آمیز حال بکنن هم بگم. یه, خوبی هم چیزی بازی مستقلم نشون دادن توی گیم اورز امسال من اونا رو دوست داشتم مثلا یه بازی بود برای سازنده های چیز بود فکر کنم گان هوم حالا اسما رو الان یادم منم هم هم یادم رفته ولی میدونم آره. کدوم بازی رو میگی یه سری تجربه که نشون میده تجربه متفاوتی یعنی هم تو عناوین مستقل اونا هم چشم منو گرفت و فکر کنم رازه مثلا بازی مستقل تو این یکی دو سال بعدی عناوین خیلی بهتری رو خواهیم دید دقیقا حالا که صحبت راجع به کرونا است بریم سراغ اینکه چه اتفاقاتی افتاد یه سری که کنسل شدن یه سری آنلاین بود یه سری بازی‌ها تأخیر خوردن و اینکه کلا به نظرت تا کی با این وضعیت با دست و پنجه نرم بکنیم آیا تاثیر مثبتی هم داشته این قضیه حالا یعنی آره. یه نمونهش که اشاره کردیم واسه یه سری سازنده مثل سازنده مانگاس خوب بود آره و بازیشون گل کرد آره دقیقاً کرونا یه تاثیری که داشت به واسطه کرونا مردم بیشتر به گیمینگ رو آوردن چه خود بازی کردن و چه تماشا کردن که میره به سمت استریمینگ و از اون بابت درآمد حوزه استریمینگ رفت والا مخاطبش بیشتر شد و می‌بینیم که الان خیلی آمار موفق شده و به واسطه این قضیه یه سری بازی‌ها هم موفق شدن دقیقا امانگاس به واسطه یه استریمر مخاطبش هستش پیدا کرد فزموفابیا، فزموفوبیا هم یه بازیه کوآپه که ترسناکه و اون هم به واسطه حالا مکانیک متفاوتی که داشت، متفاوتی که داشت محبوب شد توی ایام کرونا میگم این اینکه مخاطب مخاطب بازی ویدیو بیشتر شد توی ایام کرونا باعث شد یه سری بازی کوچیک‌تر تبدیل به پدیده بشن مثلا همین فاز مفوریا امانگاس فال گایز که یه بازی خانوادگی شاد قشنگ چند نفر میتونه حتی ببیننش هم لذت ببرن لذت ببرن جذاب آره و میبینی حالا تک به تک داریم یه سری پدیده ها رو میبینیم از اوایل سال 99 که هی اومدن جلو و خودشون نشون دادن و حالا همین اواخر چند وقت پیش بازی راست به واسطه دوباره استریمن ها دوباره محبوب شد این بازی چند ساله هست اما دوباره ایمان. محبوب شد دوباره افتاد سر زبون آره. و جدیدترین پدیده هم بازی والهایمه که توی توییچ هم جز پربیننده ترین بازی هاست و در عرض یک ماه چهار میلیون نسخه فروش نشده کمتر از یک ماه نه اوایل فوریه آره. اوایل آره. مارس یک ماه دیگه و آره. آره. باور نکردنیه چون تیم سالانه فقط پنج نفره بازی مثلا خبر میادن 3 میلیون نسخه فروخته بعد مثلا 48 ساعت بعد آپدیت میادن که نشد 4 میلیون نسخه آره. <سؤال> <سؤال> <يعني> الان, <سؤال> <سؤال> یا الان؟, ف... الان یا الان اینجوری میدونم مثلا فوت چقدر فوت الان یا الان عشان اینجوری و وال هم اصلا قبلش هیچ کس نمیدونه چه بازیه هیچ کس انتظار نداشت انتظاری ازش نبود بنابراین اصلا چی بهش میگن توی کانون توجهات هم نبود در واقع این تاثیر مثبتش بوده آره. به نظر تاثیرهای مثبته و یه تاثیر مثبت دیگه هم داشت ببین درست اوایل ضررش رو زد به استودیو ها از این بابت که روند توسعه بازی ها کند شد و در نتیجه شاهد تاخیر بازی های متعددی بودیم که بزرگترین مثالی که برای من هست هیلو اینفینیت بازی که قرار بود پرچم دار باشه و به عنوان عنوان لانچ کنسول ایکس عرضه بشه اما اون نمایشی که داشت و خیلی ایمان. ایراد گرفتم به گرافیکش اون به تنهایی باعث شد که یه تأخیری داشته باشه و کرونا هم خب تاثیرش گذاشت اما در عین حال یه خوبی که داره اینه که حالا روند کنترل شده تریو رو داریم میبینیم از سمت خیلی استودیو ها مدیریت بهتری داشته باشن دیگه اصرا... یه خوبی که داره اینه که اصرار دیگه به با... اه... تمام باید. وقت بودن نیست دورکاری هم میتونه جواب بده به خصوص فرهنگش که... جا انداخته آره نمیده. فرهنگ دورکاری جا افتاده دیگه فرهنگ اون یه تاثیر مثبتی روی قضیه کرانچ هم میذاره دیگه کمتر سخت میگیرن روی قضیه کرانچ یه کرانچه کمتر میشه چون به حال تو خونه ما یه نمونه ای هم داشتیم بازی بایو میوتنت که تا واقعا دیروزم ما برنامه رو داریم دقیقاً فردای روزی که قسمت تشت و گیم رو پخش کردیم داریم ضبط می‌کنیم یا آیتم ازش توی قسمت تشت و گیم شو بود که معرفیش می‌کرد Uh, یکی از بازیایی بود که uh, یهو چرا خاموش رفت جلو بعد گفتن که ما گفتن که کرانچ نکنیم و کارمندمون اذیت نشن اومدیم uh, خیلی آروم داریم کار رو میبریم جلو در باگا رو رفت میکنیم حتی ریسپان هم سر ایفکس گفت که ما ترجیح میدیم که یک مقدار آپدیت رو کنتر بدیم آپدیت محتوایمون رو که باعث کرانچ نشه تو تیم سازمون تو تیم توسعه‌مون این خوبه اینکه آره دیگه اون فشار روانی بر و جسمی برداشته بشه از روی سازنده ها خیلی خوبه راجبه کرانچ هم حالا اگر احیانا نمیدونید من باید بگم که یعنی اضافه کاری دیگه یعنی بیش از اون زمانی که حالا مقرر شده براتون کار بکنید که حالا ایرادات بازی رو در بیارید یا برسونیدش به مرحله ای که در واقع مناسب تره و همچین چیزی مسعود نظر تو چی بود راجبه اتفاقاتی که حالا کرونا کلا پیش آورد توی سال 99 جنبه مثبتش منفیش ببین جنبه های مثبتش شد همین که مثلا یه سری بازی های کوچیک‌تر ترند شدن و مثلا کلا به مثلا فکر پک کنم به تولید کننده محتوا خیلی کمک کرد به مثلا استریمرها خیلی کمک کرد یه چیز متقابل بود هم واسه یه سری بازی کوچیک‌تر مثلا مثلا امانگاس و والهایم و اینا هم از اون سمت به استریمرایی که حالا مخاطبشون از همیشه بیشتره اون رشد این پلتفرم رفته بالاتر تویچ و یوتیوب و اینا ولی از اون سمت توی ساید بازیسازی یه ذره داستان متفاوته و خب یه سری استودیوهای بزرگتر نشون دادن که مدیریت تیم خیلی برشون سخت داره تو دوران کرونا و این مدیریت تیمه بهشون یه جورایی ضربه زد چون هرچی تیم بزرگتر باشه ابعاد پروژه بزرگتر میشه و از اون و مثلا خب اینو تو یه سری از بازی مثلا مثلا یوبی سافت میتونیم ببینیم امسال مثلا فارکرای 6 رو نداشت یه سری بازی که که چند سال معرفی کرده رو هنوز هیچ آپدیتی ازشون نمیده بیرون چرا چون استودیوهایی که دارن اینا رو میسازن استودیوهای تازه تاسیسیان مثلا این بازی ها اسکالن بونز همین اتفاق برش افتاده یا مثلا استودیو که خیلی تمرکزشون رو آی پی های اصلی مثل اساسینز کرید و اینا نیست از اون سمت ولی خب حالا حالا استودیو که خیلی هم مثلا سابقه دارن و اینا اونها هم به مشکل که الان دست و پنجه نرم می‌کنن مثلا حالا یه نمونهش سی پراجکت که حالا شاید استثناء باشه چون خیلی از بیرون فشار اومد سر خیلی داستانها ولی خب هدفش اینه که ببین ویدیو گیم خیلی جدی تر داره گرفته میشه خیلی بازی های خانوادگی بیشتر امسال خودشون رو نشون دادن مثل مثلا فالگایز و اینا یعنی توی خانواده بیشتر ویدیو گیم دیده میشه بحث پلتفرم هم اون... سویچ به نظرم من مناسبی هم حالا اینو که گفتی حالا تو بحث سخت افزار یه سری چیزهای مثبت داشت مثل مثلا همین نینتندو سویچ خب فروشش خیلی رشد کرد و تقاضا واسش بیشتر بود دایم. ولی کلا تقاضا همه چی رفته بالاتر و از اون سمت آ... موجودی کمه اون بار موجودی اومده پایین به خاطر اینکه ساخت این قطعات به حال نیرو میخواد و یه ذره همه چی سختتر شده چون توی مثلا حالا شرق آسیا مثلا چین خب مثلا تولید کننده اصلی خیلی از این چیزایی که ما داریم می... مثلا روزانه ازشون استفاده میکنیم یعنی اگه اونجا حالا ساخته نشه اونجا داره مونتاژ میشه یا حالا هر چیزی نقشی داره یه نقش خی... خیلی مهم داره و کرونا از اونجا اصلا شروع شد و این باعث شده که تعداد موجودی بیاد پایینتر خب حالا ما هم امسال مثلا خب دلار گرونتر شد اینا به کنار ولی موجودی هم کمه واقعا و موج موجودی کمه همین الان میبینیم که مثلا ها بالا پایین میشه و مثلا تقاضا زیاده زیاد الان مثلا اصلا کلا تو کل دنیا الان مشکل مثلا موجودی PS5 حالا در کنار این یه بحث دیگه هم که هست ماینینگ و خب اینو دارن هی چیز بیشتر امسال مثلا حالا دارن این تاثیرش رو کارت گرافیک و اینا گذاشته به علاوه مثلا گیمرا سری 3000 انویدیا رو خیلی سخت دارن میتونن کارتش پیدا کنن تو بازار مثلا گیر نمیاد واقعا تا فیک آره بعد چون بسیده چون دارد. میرن میخرن و برای ماین ما میخرن بعد مثلا میام میذارن توی مثلا ای بی و اینا با قیمت بالا این تاثیری که گذاشت باعث شد که حتی انویدیا بیاد پرنازه جدا واسه ماینینگ نمایش بعد یه بسته دیگه هم هست نمایشکارا به نظرم اشاره بکنید آره دقیقاً که خیلی چون الان آنلاین شدن ایتیری هم به گوش دیدیم که خیلی نمایشگاه ها توی بهار و تابستون کنسل شدن ایتیری جی دی سی که مخصوص بازی ساز هاست. اینا کنسل شدن حتی تلاش هم کردن که یه جوری برگزار بشه مثلا آنلاین اما نتونستن اما توی دوره بعدی قرار این کار انجام بدن از اون طرف اصلا گیمز کام آنلاین شد تی جی سی هم تقریبا آنلاین شد که دیدیم که چه جوری برگزار شد ببین از یه جهت خوبه آنلاین شدن نمایشگاه ها نمایش تی جی جی چیه تی جی اس تی جی اس توکیو گیم شو, شو منم متوجه نشون گفتی تی جی سی خب. توکیو گیم شو منظورش بود مرسی که <applause> اه، یه خوبی آنلاین شدن نمایشگاه ها اینه که،, که دیگه اون بار خرج های سفر کردن از کشورهای دیگه به اون مراکز حالا یه خرج سفره یه خرج قرفه گرفتنه یه خرج اون چیزایی که توی قرفه میخوای بذاری اینا, ه... اینا همش بده که... اینا همش رفت میشه مخصوصا برای بازی مستقل یعنی کسی که مستقلن راحت الان کلیک ثبت نام تمام محصولشون حالا یه ممکنه یه پول هم برای ورودی بدم ولی خب به نسبت اون خرجی که میخوان برای حضور فیزیکی بکنن خیلی کمتره درست این خیلی صرفه داره برای بازی سازی مستقل خیلی به و به نظرم اشنو. امسال کلا به یه سمت و سوی هم میریم که اونایی هم که کنسل شدن احتمالا مثلا ورژن امسالشون آنلاین برگزار بکنن کمون که داریم میشنویم همین یعنی الان راجع به که هلی. یه اتفاقی احتمالا بیفته نه ایتیره قطعا برگزار میشه 2021 یعنی آنلاین آنلاین برگزار شد آره امسال هم چیز داشتیم بلیس کان داشتیم چند وقت پیش دقیقاً. که باز آنلاین, آنلاین بود. بود. آنلا آنلا شد آنلا. شد و استقبال هم خوب بوده آره. ازشون آره. میگم آره همه یه تجربه برابر برای همه در سراسر دنیا ارائه میده دقیقاً اینم هست یعنی تو وقتی حضوری خب قطعا نمیتونی لزوما پیدا اشتیاقم حتی 100 درصد تجربه فیزیکی فیزیکی چیز چیز دیگه, چیز دیگه, دیگه, است ولی خب یه آره. وقتی نباشه یه بحث دیگه ده. هست سر رویداد است مثلا مراسم ما اینا یه من شخصا یه خورده انتقاد دارم و ببین الان این آنلاین شده باعث شده که خیلی از شرکت رویداد خودشونو رو برگزار کنن یوبی ساف رو آورد او به رویداد او خودش دیگه مثلا مایکروسافت که داشت سونی هم آورد او که اینا به تبعیتی از اون نینتندو دایرکت بودن جایی نیستش که آره همه, همه هم بتونن جمع بشن و آره این باعث میشه که خبرها پخش میشه دیگه اون هایپ یه رو ما نداریم که مثلا تو ایتری سه روز پر رونمایی پر خبر پر اتفاق پر نمایش جدید اینا پخش میشه تو سال اون قدرت کیفیت یه جاره دست میده دست میده آره طبعا. اینو من خیلی دوست ندارم که آره حالت فستیوالی نداریم که بگیم سه روز پر از حالا اتفاقات حال آره من ترجیح شخصا بگیم. ترجیح میدم سه روز باشه پر خبر به جای اینکه سه ماه باشه خودش مستقل در واقع آره بعد حتی یه سه جمعه که در بره این وسط میدونی انقدر دیگه تعداد حتی مثلا سایت های رسانه های گیم هم حتی خودشون یه سری رویداد دارن واقعا ممکنه سر اینا در بره و اصلا خیلی اونقدر بولد نشه در آره, واقع. آره یه اتفاق مهم دیگه ای هم که امسال افتاد یعنی یه اتفاق نیست سلسله اتفاقه یه سری خرید یا حالا اصطلاح انگلیسیش اکویزیشن داشتیم که دیگه بزرگترینش به بود که توسط آره. مایکروسافت خریده شد مسعود نظر چی بود کلا راجع به این خریده ای که اتفاق افتاد از به میخوای شروع بکنی ولی دیگه هم بودن دیگه چی بشتیم بود کد کد ماسترز گیر باکس و سایبر اینتراکتیو و اینا که توسط امبرسی گروه خریداری شده آره. بود اتفاق بتزا که اصلا خیلی بزرگ بود و اصلا رقمش عجیب بر... رقمش خیلی عجیب بود واسه چند برابر مثلا عددی بود که 8 سال پیش فکر کنم دیزنی استار وارز رو خریده بود 7 آره مثلا فکر کنم استار وارز رو دیزنی خریده بود دو دو دو, دو, میلیارد دلار بود بعد آره بعد این در خیلی بزرگ بود خب به خاطر همین خب همه مثلا اینجوری که اولا که بتزدا خودش مثلا یه شرکت هم خیلی بزرگ آره بود. مثلا خودش ب... اولا که بتزدا یه شرکت مادر داره به اسم زنی مکس و بتزدا زیر مجموعه اونه و بتزدا گیم استودیوز و حالا استودیوهای دیگه, های دیگه که هستن و توی این مثلا چن... چون بتزدا خودش توی این مثلا تقریبا یک دهه اخیر کلی استودیو گرفته که الان همشون دایی. زیر مجموعه اونه و الان همشون رفتن زیرمجموعه ایکس باکس و خب این خیلی خبر بزرگه چرا چون یه جورایی ضربه آخر آ... آخر مایکروسافت بود به رقیبش که حالا الان میشه گفت حالا سونیه تو این مدت و آ... چ... چرا چون توی این سالها باز از اون سمت هم باز مایکروسافت داشته خیلی استودیو میخریده که براش بازی بسازن و خب ده. ما هر روز داریم نزدیکتر میشیم به اینکه این بازی جدید رو ببینیم بازی جدیدی که حالا تو این چند سال معرفی شدن قراره که یه لاین اپ خیلی قوی باشن واسه ایکس باکس و خب اکثرشون رو گیم پسن از اون سمت خب حالا بتزدام که اضافه شده به این داستان یه بحث اینه که بازی قدیمی که داره یه لایبرری خیلی قویه واسه گیم پس که حالا هنوز هیچ خبری ازش نشده بعد از بکنم تقریبا شیش ماه الان از این خرید میگذاره یه, یه دلیلی داره اضافه, اضافه کردن آره, آره, آره یه سری اضافه شده, خوب... شده ولی خب, این, رونده... این, در... آره این, این روند اینکه کامل باشه یه یه دلیلش همینه که الان روند حقوقیش کاملا طی نشده چون به عدد خیلی بزرگه شرکت خیلی بزرگه اخیرا هم یه خبری ولی... اومده آره. که به یه مشکلاتی هم خوردن تو بحث حقوقی قضیه حالا یه بحثی که همه میکنه که این داستان چجوری میخواد تاثیر بذاره روی یه سری آی پی بزرگ مثل الدرس کروز مثل فال مثل وولفنشت این دوم اینا بازی بزرگی هم که خب الان صاحبشون در واقع مایکروسافت و خب حق اینو داره که بازی رو انحصاری کنه برای مثلا ایکس باکس و ویندوز و این اتفاق اگه بیفته خب خیلی اتفاق بزرگیه و یه جوری مثلا این بازی تبدیل شاید تبدیل میشن به بازی سیستم سلر برای اون پلتفرم ده ده ده. ولی خب اینم باید در نظر بگیریم که این بازی خیلی بزرگه و خیلی طولانی مثلا 20 سال 30 سال خب مثلا ما Elder Scrolls داشتیم و وقتی که این بازی بیاد انحصاری بشه خب اون کسایی که مثلا رو پلتفرم دیگه تجربهش میکردن شاید اصلا پس خوبی نسبت به این داستان نداشته باشن مایکروسافت هم کلا برندینگش توی این مدت اینجوری بوده که همیشه میگه ما طرف مشتری رو میگیریم یعنی همین داستان هم مثلا گلدم که قیمتش رو برد بالا بعد اوورد پایین حالا بماند که اصلا داستانش چی بود و چه سیاستی پشتش بود ولی میخواست اینو نشون بده که ما به حرف شما داریم گوش میدیم وقتی این اتفاق میفته خب الان مثلا ما ماینکرافت هم دارایی مایکروسافت و از همون موقع که خریدش اتفاقا رو پلتفرم بیشتر ای رفت با اینکه یعنی شما شاید اصلا نشنوید که کسایی که خب بیشتر میدونه خب می مانکرافت ماینکرافت جزء دارایی مایکروسافته ولی خب شاید ندونید که اصلا انقدر چرا خاموش داره حرکت میکنه سر داستان بتزده هم همینه یعنی وقتی که خریدن گفتن که این قضیه تاثیر مستقیم ورنیت بذاره رو روند بازی سازی هنوز اصلا بازیاشو به اسم خودش منتشر میکنه بتزده و حالا یه سری بازی کوچیک‌تر من فکر چرا انحصاری میشن ولی بازی بزرگ به نظر من آره بازی آرکین مثلا ممکنه مثلا با... مثلا ولفنشتاین و دون باز احتمالش هست ولی مثلا من فکر نمی‌کنم الدر اسکورز و فال خیلی اسم بزرگی که... چون ببین سودشون رو اون پلتفرما خیلی میتونه باشه و این بازی به هر حال میفروشن چرا احنا. باید بیاد خودشو از اون داستان نه انحصاری کردن الان دقت کنید انقدر سود یه سری پلتفرم مثلا پی سودش انقدر زیاده که سونی داره بازیش میده روی پلتفرم پی منتشر میکنه ح هم هم, دقیقاً هم سود خیلی زیادی برش داره هم که بازی که آماده است داره روی پلتفرم دیگه هم عرضه میکنه بعد ممکنه سری مخاطب هم بگیره مثلا ممکنه نسری زمانی بشن این بازی مثلا دوم بیاد یک سال سری زمانی ایکس باکس بکنه بعد از یک سال بیاد مثلا روی پلتفرم پلی استیشن بعد ناخداگاه شاید برای اون دارنده پلی استیشن که این دومه برش مهمه واسه بشه که به این فکر بیفته که خب اوکی بیا من یه دونه سری اس مثلا بخرم که بتونم این بازی ها رو هم رایگان روی گیم پس، حالا رایگان نیست گیم پس طبیعتا ولی روی گیم پس بتونم تجربهش بکنم با هزینه کم آره دیگه و همین که دیوان تجربهش بکنم دیگر. روز اول و تا حالا بیاد روی پلی استیشن یه حالا پروسه دق... میشه دیگه آره بعد هوشمندانه هم خرید داره میکنه مایکروسافت سیاستی که داره اینه که روی یه سری سبکای خاص داره تمرکز میکنه یعنی الان با وجود بتزدا ابزیدین و این نقش آفرینی داره دید. جولان میده خشه یه نقش آفرینی غربی آره. کلن دستشه و مثلا توی FPS هیلو رو داشت الان دوم هم داره وولفنشتان هم داره آرکین هم روی بازی FPS تمرکز داره مثلا پره یاری سهر امانه داشته که داره میاد نه اون بازیه که کنسل شد و برش گردون هست میشم یادم رفته یه بازی داشت میساخت تلفیقی از تگ نفر و چند نفره اوتی که کنسل آره. شد آره اسمش نم. یادم نمیاد آرکین انقدر بازی کنسل شد داره که آره. 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 که جای خود بعد آره یعنی داره هوشمندانه س... عمل میکنه یعنی داره میگیره سراغ یه سری از سبکایی که رقیبش کمتر روی اون تمرکز داشته دقیقاً دقت کنیم یعنی سونی خیلی تمرکز روی سبک اول شخص داشته. دقیقاً از این ور ایکس باکس اینو فرصت دید و رفت سراغ اینکه استودیوهایی رو بگیره که توی این سبک حرفه ای عمل میکنه دقیقا. و همچنین نقش آفرینی و, و از این بابت جذاب میشه قضیه از اون طرف هم یه سری استودیو داره تا قدرتش توی بازی های اکشن ادونچر رو ببره که دقیقا نقطه, نقطه قوت, قوت سونی. سونیه. آره با اینیشیتیو با نینجا تئوری نینجا تئوری سرامت آره. یه جورایی آره. با هل بلید آره. هم بعد جالب اینجاست که هم هل بلید به عنوان بازی انساری سونی کارشو شروع کرد اول که اصلا برای پی سی هم از اول گفت سونی پی سی آره. میاد نه اون اول که معرفی کردن اول فکر میکنم فکر میکنم گفته بودن که انحصاری پیس نسخه پی سی نداره فکر میکنم اون اولی اول که معرفی شده ولی وقتی هم که بازی اومد اول روی پی اس 4 و پی سی اومد یعنی ای نسخه آره, ایکس آره. نداشت آره. الان هم که به تزه رو خریده به دو تا بازی اول نسل جدیدش دس و توکیو گست وایر آره. برعکس گفتم گست آره. توکیو <laughs> اینا هم انسری زمانی پلی استیشن آره. این رفت دقیقاً تارگت شده عمل که اونایی رو خرید که داشتن با سونی همکاری آره. میکردن حالا یه مقدار از بتز فاصله آره میگیرم گیر باکس هم سوال صح آره. صحبت آره. ببین در واقع در واقع باید برند هلدینگ امبریسر گروپ صحبت کنیم که قبلا بیشتر با اسم تی اچ کی نوردیک میشناختیمش شرکت نورد گیمز تی برند تیشکی رو خرید, خرید. کرد بله. ترکیب کرد و به یه هولدینگ بزرگتری تبدیلش کرد و امسال یه سری خریدای خیلی بزرگ داشت واقعا که اخیرا گیرواکس رو دیدیم خرید سازندی سری بوردرلندز بوردر با, با مبلغ یک و دو دهم یا یک و یک دهم میلیارد دلار مثلا قرارداد فوتبالی ها هم بوده یعنی بند داره فعال بشه آپشن آره. اگه اینجوری بشه آره. اینقدر خیلی عجیبه مثلا بوردرلندز هم دست توکیه آره نشر بوردرلندز با, بوردر با توکیه هنوز دست اینا نیست خیلی یه سری بازی خودش داره دیگه مثلا گیر باکس فکر می‌کنم امتیاز چیز رو هنوز داشته باشه این بازی بده وی هپی فیو اونا خب چیزه اونا ناشرش بوده دقیقاً فکر امتیاز نحاز... دستش باشه ولی ممکن ولی خب فکر بیشتر به آی پی جدید می‌خوان کار کنن از اون طرف یه خرده بزرگ دیگه ای که داشن سایبر اینتراکتیو بود سایبر اینتراکتیو به عنوان سازنده خیلی شرکت بزرگی نیست یه بازی داشن ایه... ورواردزی رو چند سال پیش دادن دقیقا. قبلش هم چرا یادم این ورژن مال اینا بود آره فکر کنم بازی اینورژن برای سیبر اینتراکتیو داره اما توی زمینه پورت و ریمستر خیلی قوی عمل میکنن هیلو مستر چیف کالکشن کار سیبر اینتراکتیو بود اون ریمستر قسمت اول و دوم مخصوصا قسمت دوم که خیلی هم عالی عمل کرده بودن کار انیورسری سیبر... آره دیگه ریمسترشون هیلو یک هیلو دو انیورسری اینا کار استودی سیبر اینتراکتیو بود و از واسه پورت سویچ ویچر هم کار بود تیم فنی قوی داره و از این بابت امبریس گروپ شاید یه پتانسیل دیده توش که برای استوراش مبلغ 500 میلیون دلار خریداریش کنه درسته غیر از این یه سری استودیو دیگه هم خیر. استودیو فور گیمز رو خرید مم. سازنده سری مترو اونم خریداری کرد که قراره هم احتمالاً مترو رو براشون منتشر کنه هم روی آی پی جدید کار میکنه الان فور گیمز که الان در اختیار همین امبریسره و یه سر خرده کوچک و بزرگ هم داشته وسط همیشه امبریس گروپ داره خیلی آروم خودشو گسترش میده تا مثلا توی احتمالا چشم اندازه مثلا 4 5 ساله دارن تا یه موقع تبدیل به قولی در حد الکترونیک آزاد و یوبی صاف بشن چون این خرید هایی که امسال نشون داد نشون داد که خیلی جدی تو این زمین دقیقا خب دوستان یه مروری بود بر یه سری از اخبار مهمی که تو سال 99 داشتیم ما میرم یه استراتی میکنیم با آیتم بعدی خیلی هم جذاب و لس پلی کوکت دو هست برمیگردیم پیشتون مرسی که با ما هستید و حتما برنامه رو تا آخر تماشا بکنید